من چی بگم، خدا تو رو شهیدت کنه. من التماس میگنم تو شهید نشی. من چی بگم به خدا؟ بگم خدا راحتت کنه. آخه من چی بگم؟ فرشته من خسته ام و خسته میخوام برم. خب من ببین، وقتی من چه گفت خستم، برای اولین بار دیدم من چه داره قور خستگی میزنه. بعد یا تازه فهمیدم من کجای کارم، من چه عاشقه، یا من چه داره به خاطر من همه دردا رو تحمل میکنه که من سالم مثلا عشقم کنارم باشه، ببینمش، انرژی بگیرم. و منی که ادعا میکردم عاشقم که نبودم، حاضر بودم من چه همه دردا رو بکشه، ولی باش. و بعد اینجا تازه فهمیدم اصلا عاشق نبودم. اگه بودم تحمل این همه درد کشیدن من چه نداشتم. بابا گفت من نمیگم آدم عاشق دیوونه است، آدم عاشق اتفاقا عاقله، عشق واقعی عقل داره. برای همین عقل میگه که این آدم فرشته، بچه این دنیا نیست. یه جورای احساس هم اینه که این آدم شهید میشه. و تو میتونی تحمل کنی؟ گفتم آره. گفت فرشته من یه چیز فقط ازت میخوام، حق اعتراض نداری، نه یا یه روز به من بگی که پشیمون شدم. گفتم نه نمیگم. گفت یعنی میخوام بهت بگم که اگر عاشق شدی باید تاوان بدی، باید سختی بکشی و صدات در نیاد. گفتم مطمئن باشین که صدام در نیاد. گرفتم بالا و گفتم خدایا تو بهترین نعمتاتو تو دنیا برای بهترین آدمات فرستادی. گفتم بهترین نعمت، ولی یه چیزایی رو برای همه فرستادی، مثل خواب، مثل نفس کشیدن. خدا اینا قسمتشون اون نعمتهای خاصه که نشد هیچی. یه خواب که برای همه آدم ها، چه کافر ها، چه دیندار، چه آدم بد ها، چه آدم خوب ها، خواب گذاشتی، نفس کشیدن رو گذاشتی. خدا یه بنده هایی تو مدن راه خواب اینا رو هم گرفت، راه نفس اینا رو هم گرفتن. دیگه نفس کشیدن که دیگه مال همه آدم هست. آقا کیو دیدی 10 سال نشسته بخوابه؟ بعد گفتم خدایا میدونم تو این دنیا قسمت منو چه این آرامش نمیرسه، برخورداری از این نعمت ها نمیشه. خدایا پس اون چه که آرامشه، اون چه که راحتی، و اون چه که دیگه آسایش بر من چه بدون درده، برای من چه روزی قرار بده که میدونم تو این دنیا تو نیست. سخت این کار زندگی بود، دل کندن از من چه سخت این کار بود. این روز آخه من چه ببین تمام دندوناش هم ریخت بابت شیمیایی، تمام لثه‌اش پر توبل شد. من خیلی سعی کردم دندوناش رو نگه دارم، ولی تیکه تیکه لساش تو بر میزد ور میداشتن، بعد هیچ جور دندونی نشد براش بذارن. اومدن این پیلند کنن، دندون مصنوعی بذارن، این هیچی تو بر میزد. و من چرا دیگه دندون از، و مثلا فکر کنی من چرا 4 سال غذا فقط پوره خورد، هر چیز رو من مثل سرلاک میکردم که ادامه بهش برگشت کنه دل آقایی اصلا خیار بچه. و ببین ما قدر هیچی رو نمیتونیم، اینقدر راحت رد میشیم. دلم مثلا صدای جویدن خیارم دوست دارم بشنم. نشد. گفتم کجا درد میکنه؟ گفت این ریه درد داره میشه تو قلبم، گاهی ترکش ها داره فرو میره تو قلبم، اون ترکش های لعنتی که من همیشه بهشون حسادت میکردم. من اینطوری به همین آهستگی دستم و پنجم باز کردم، اینطوری گوشم دست روی سینهش گفتم براش حمد بخونم. گفتم 70 تا حمد اصلا شفای کامل اینه. بعد یه دفعه گفت فرشته جان میشه دست تو برداری؟ گفتم چرا؟ گفت دردم میاد نمیتونم تحمل. ببین من دستم اینطوری نذاشته بودم، فقط نوک انگشتم رو گذاشته رو سینه که قلبش بیاد تو دستم، مثلا اینطوری که بتونم حمدو بخونم این قسمت بره. دردش میومد، نمیتونست تحمل کنه. به ما یه فرصتی داده میشد که من و تو به هم، فقط حداقل به هم، نمیخوام به دیگران و به کسای دیگه نم، فقط من به من چه ثابت میکردم که منم میتونستم مثل همه زنو لباس خوشگل بپوشنم، مثلا عصر منتظر باشم تو از سر کار بیای خونه، یا تو مثل همه مردم مثلا با بغل پر پاکت میوه و نمیدونم گوشت و فلان اینا بیای خونه. کاش به ما هم یه همچین فرصتی داده میشد. و
ولی هر وقت من چه من یاد دستش اکسیژن بود یا پاکت دواها، اگه تنها میومد و من همیشه یه وقت به من چه دارو میدادم، یا آمپول میزدم، یا سرم میزدم، یا اکسیژنش رو میبردم هموم، یا قضا میدادم. ولی ماها قدر همو دونستیم. نمیدونم چرا جوانای الان قدر همو نمیتونم. دلم برای صدا زدنش تنگه، اینکه فقط صداش کنم. آقای مدق از در بیان تو، جای من اینجا مقابل شما بشینن. شما یه فرصت یکی دو دقیقه داشته باشید که باشون حرف بزنید. چی میگید؟ دلم میخواد که حرف نزن و من چه برام حرف بزن. دلم برای صداش تنگ شده، دلم برای تونه صداش، یادم رفت. چون هرچی نبار ازش داریم مال مریضیشه و خسخس و صرفه. یادم نمیاد اصلا صداش بدون صرفه چه شکلی بوده. از بهتره برگردیم مثلا بیاییم اول که منوچهر اگه ببینم. دلم میخواد فقط همه وجودم گوش بشه و بشنه و منوچهر بدون صرفه حرف بزنه. من اگه بخوام حرف آخر 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 بگم، بگم منو علی هدا دلمون تنگید خیلی.